ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا و متحدانش میگویند اگر رژیم ایران خواستار پایان یافتن کامل تحریم‌های فلج کننده اقتصادی میباشد، باید پای توافقنامه بیاید. آنها میگویند رژیم ایران باید 20,000 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را از دور خارج یا انبار کند، از جمله برخی که هنوز مشغول به کار نیستند. آنها همچنین میخواهند راکتوری که اکنون در دست ساختمان است یا از بین برده شود یا از تأسیسات آب سنگین به تأسیسات آب سبک تبدیل شود که پلوتونیوم کمتری بسازد. در همین حال وزیر خارجه آخوندها طی سخنانی که بیشتر مصرف داخلی دارد اعلام کرد تعطیلی هیچ سایتی در کار نیست. باند خامنه ای ترس و نگرانی خود را از مطرح شدن برنامه موشکی رژیم در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 ابراز کرده. یک سایت حکومتی نوشته است بحث بر سر برنامه موشکی نظام و اینکه این موضوع جزء دستور کار مذاکرات گام نهایی باشد یا خیر سایه سنگینی را بر فضای مذاکرات وین گسترانده بود، موضوعی که به یک باره و با کمال ناباوری چند روز پس از اجرای رسمی توافقنامه ژنو ابتدا از سوی وندی شرمن در کمیته روابط خارجی سنا و سپس در دفعات بعدی توسط دیگر مسئولین امنیتی، سیاسی و دیپلماسی آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد، در حالی که موضوعات دیگر از جمله موضوع برنامه موشکی نظام به هیچ وجه در دستور کار این گفتگوها قرار نداشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با آخرین روز مذاکرات هسته‌ای رژیم با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین گزارش جدید خود را منتشر کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود که به 35 عضو شورای حکام آژانس ارائه شد بر عقب نشینی‌های رژیم طبق توافقنامه ژنو تاکید کرد و اعلام کرد رژیم ایران پس از توافق هسته‌ای ژنو فعالیت در راکتور آب سنگین عراق را متوقف کرده است. غنی‌سازی اورانیوم 20% طبق توافق هسته‌ای ژنو متوقف شده است. رژیم ایران همچنین در حال رقیق‌سازی ذخیره اورانیوم غنی شده 20% یا تبدیل کامل آن به اکسید اورانیوم است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به بازدید از تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز تأکید کرد رژیم ایران هیچ سانتریفیوژ جدیدی در این دو سایت هسته‌ای راه‌اندازی نکرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات وین از 21 تا 25 فوریه به بیت المقدس، ریاض، ابوظبی و دبی سفر می‌کند تا با دولت‌های مربوطه درباره مذاکرات هسته‌ای با رژیم ایران در وین مشورت کند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین گفت بارها اعلام کردم همان گونه که اوباما نیز گفته است تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا مطمئن باشیم که برنامه هسته‌ای رژیم ایران صلح‌آمیز است. واشنگتن تایمز در مقاله‌ای با عنوان اوباما و استمالت از رژیم ایران نوشت توافق موقت اتمی با رژیم ایران یک اشتباه تاریخی است. با هر استانداردی رژیم ایران یک عامل نامطلوب بوده است. اول اینکه رژیم ایران یک دولت حامی تروریسم است. دوم اینکه رژیم ایران مکرراً خواستهای آمریکا و سازمان ملل برای مهار توسعه اتمی در جهت توسعه سلاح کشتار جمعی را نادیده گرفته است. با توجه به تاریخچه‌ای از دروغ، فریب و خصومت که رژیم ایران داشته، به چه دلیل باید باور کنیم که آنها حالا صاف و ساده برخورد می‌کنند؟ پاسدار شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان طی سخنانی در جمع مصوران بسیجی در دانشگاه‌ها در مورد توافقنامه ژنو گفت ما در توافقنامه هسته‌ای مان چیزی به دست نیاوردیم، لذا مشاهده می‌کنیم که آمریکا نیز بسیار نگران نقض توافقنامه از طرف ماست تا جایی که گزینه نظامی را روی میز می‌گذارد. به افزود که برای دشمنان نظام فعالیت‌های هسته‌ای بهانه است و تأکید کرد آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و ما باید نگاهمان به درون باشد.
آخوند جنتی امام جمعه نمره موقت تهران با ابراز وحشت از چشمانداز سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به مذاکره کنندگان اتمی رژیم گفت خودتان را نبازید، خط قرمز را رد نکنید. آمریکا شما هم اگه ما مردم این جزء آمریکایی هستیم شما باید ضد آمریکایی باشید، نه اینکه مردم یه راهی برن شما یه راه دیگه برید. یه عده‌ای در این مملکت الان دارن شبکه زیرزمینی درست میکنن برای رابطه با آمریکا. من نمیدونم چی خوردن از این کوزه ای که از آمریکا نوشیده که اینا دنبالش میرن. یه عده‌ای هم آمریکا پرستی یا آمریکا دوستی همینجور در اعماق وجودشون بود و هست. هر وقت یه مناسبتی بده شد یه چیزی میگن، یه چیزی میپرونن، یه لجنی میزنن. الانم در فکر رابطه هستن. برای کی میخواد رابطه کنه؟ شما چهار تا آدم میخواد رابطه برده کنید یا مردم؟ مردم نه آمریکا رو قبول دارن نه شما رو قبول دارن. چرا رایتون از مردم جدا میکنی؟ بعد از طرف دیگه آمدن نه پیام میدن شما باید در مسائل هسته‌ای کوتاه بیایید، شما باید برنامه های موشکیتون را متوقف کنید. تو چه کاری که به ما میگی؟ مگه دخالت در کشور ما چه حق داری بکنید؟ برنامه های موشکی ما چه رفتی تو داری؟ یکی از خواسته های این آقایی اینه که شما در کمک به ما شما باید ارتباط قطع کنید. چیزی حالا که هنوز به جایی نرسیدن، به قدرتی نرسیدن، دارن این طبقات دارن این دستور رو میدن. وای به روزگاری که اون نقشه هایی که شما میخواید رابطه برقرار بشه و اینا بیاند و سیاست گذاری بکنن. من مسئله دیگه مسئله هسته ای ما خیلی معطلتون نمی کنم. اونی که ما انتظار داریم از اون مذاکره کنندگان از طرف ایران از موضع عزت صحبت کنید، از موضع قدرت صحبت کنید. خودتون نبازید. مقام معظم رهبری چهار تا خط قرمز برای ما معین کردم. این خط قرمزه را دیست کتا نگه. یکی از خط قرمزه اینه که در کارهای دیگه دخالت نکنید.